با نام و یاد خداوند متعال عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شما بینندگان عزیز شبکه تلویزیونی استقلال. از برنامه سفره مهربانی در سومین روز عید در خدمت شما عزیزان قرار داریم. امیدوارم که 2 روز گذشته عید به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و در آخرین برنامه سفره مهربانی با ما و همکارم و مهمانان عزیز ما تا آخر برنامه همراه باشید و با چشم‌های زیبایتان و با دیدهای زیبایتان نظارگر برنامه خودتان باشید. با نام خدا و با عرض سلام خدمت تمامی شما بیننده های عزیز تلویزیون استقلال و خوشحال هستیم که در روز سوم عید باز هم من سویل هستم با همکار خود آقای علیزاده مهمان گرم خانه‌تان هستیم و امیدواریم که شما هم تا پایان برنامه ما پذیرایی کنین و امروز آخرین روز عید هست و آخرین برنامه ویژه برنامه سفره مهربانی و ما و همکارم و با جمعی از مهمانای ما امروز باز هم میزبان شما هستیم و امیدواریم که شما هم تا پایان با ما همراه باشید. بله، طوری که از روال برنامه ما هست ما هر روز مهمان‌های خوبی داریم، هر روز مهمان‌هایی که باعث افتخار ما شدن، باعث شادی ما میشن و مردم جامعه رو شاد میکنن، به خاطر مردم جامعه افتخارات کسب میکنن. امروز هم طوری که از حالت دکور ما هم معلوم میشه کسایی رو داریم در بین خود کسایی رو دعوت کردیم که تانستن با مدال‌آوری، با رزم‌آوری‌هایشان، با اشتراک در مسابقات کشوری و فراکشوری به ما افتخار کسب کنن، سربلندی ما را برمقان بیاورن. صحبت میکنیم با آمریت محترم ورزشی شهر هرات و ورزشکاران شهر هرات که تانستن در این اواخر دستاوردهای زیادی داشته باشن. مهمانان گرامی خیلی خوش آمدین. سلامت باشین. با عرض سلام و حرمت خدمت شما و همه بیننده های عزیز تلویزیون استقلال، ما هم به نوبه خود عید سعید قربان خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیه عرض میکنم. امیدوار هستم که همچنانی که روزهای عید برای همگان خوب و خوش میگذره، تمام عمر همه عزیزان ما به خوشی و خوبی سپری بگرده. حمیدالله کبیر هستم، عامر عمومی تربیت بدنی ورزش ولایت. بله، خیلی خوش آمدین آقای کبیر. به نام خدا، محمد شفیع صادقیان، رئیس فدراسیون آشغال کاراتی ولایت هرات هستم. من به نوبه خود عید قربان و تمام بیننده‌های تلویزیون شما تبریک میگم، به خصوص مردم افغانستان و ولایت هرات. خوشحال هستم که در برنامه شما شرکت کردم در برنامه عیدی. خیلی خوش آمدین، ممنون شما. به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و بیننده‌های عزیز. تشکر میکنم از برنامه زیبای شما که ما رو به روز عید دعوت کردیم. در قدم اول عید برای هموطنان عزیز خود تبریک عرض میکنم. ان شاءالله که عید به خوبی و خوشی تا این روز سفری کرده باشم. نامزد ایدری هستم، رئیس پارالمپیک ورزشی ملین ولایت هرات. بله، خیلی خوش آمدین. خیلی خوش آمدین بزرگوارین. استاد گرامی. به نام خدا، استاد آقا رضا بادری هستم، رئیس سبک کیکجیکسو ولایت هرات. بنده هم به نوبه خود سید قربان برای شما و تک تک همتان عزیز تبریک و تهنیه دارم. سلامت باشین، ممنون شما. به نام دختر خانم محمد سقزی ام یادان اتلان در افغانستان در اتلان و زم دختر مبارکه طول دوستان تا وایم خدای دوی که شای اختر وراری. مننه در نویکم دیر مننه. خب کمی پشته هم صحبت شد، به نظرم خیلی قشنگ شد. باز با شما پشته صحبت میکنم، بلد نیستم ولی کم و بیش انشالله دست و پا شکسته صحبت میکنم. آقای کبیر، داستان اینا رو ما بگین، پر از دستاورد، کمربندها، کاپها، اینا دستاوردهای اخیر ورزشی، اینا رو صحبت بکنیم که چجوری هست و ورزش هرات که الحمدلله همیشه ما رو سربلند کرده، چه در داخل کشور، در بین ولایت ها و چه خارج از کشور. حالا میخوایم در رابطه با این دستاوردهای اخیر صحبت بکنیم. خب خوشبختانه طوری که شما هم در جریان قرار دارین، ورزش هرات الحمدلله در سطح افغانستان زبان زد و عام و خاصه و اکثر دوستان ورزشی ما هرات را به مسابقه خانه ورزش افغانستان میشناسن. امروز دستاوردهایی که شما مشاهده میکنین اینا هم مربوط به یکی از قهرمانان ما هست، جناب استاد خان محمد اساقزایی که تا یکی دو سال اخیر با قهرمانی ها و اجرای مسابقات مختلف در سطح ملی و بین المللی تونستن افتخارات را کمایی بکنن و از جمله غنیمت های با ارزش ورزش هرات و افغانستان به شمار میان. و در کنار اینها ما به صدها مدال آور و قهرمان دیگه داریم که هر کدام از اونا در رشته‌های مختلف خود و در بخش‌های مختلف تانستن سبب افتخار برای هرات عزیز و افغانستان سر بلند بشن. بله استاد عزیز، اگر بخوایم صحبت بکنیم در رابطه با این دستاوردها، صحبت بکنیم که این کاپ ها از کجا شده،
بعد این کمربند ها چیه؟ رشته که شما کار میکنین چی هست؟ همین رو صحبت میکنین. اگه شما پشتو صحبت نکردیم من باشه شما رو پرسی جواب بدم. بس پشتو وسط شکم یادم بیاد. این دستاورد ها که میبینیم تا یمی دوست یک سال کنم سال آخره که من اینا من کلان نوردم شاید جا خیلی میگیرد اگر امینا تامی اندازه تا نیستم کلان نیاوردن همی کمی هم کاردن کل جا گرفته. در رابطه با یک کمربند بزرگ میخوایم صحبت بکنیم، کمربند طلاییه به نظرم، اگر صحبت بشه مال کجا بود؟ فرق بین ای و ای کمربند که اصلا مسابقه پاکستان بود، خودار پاکستانی مسابقه داشتم، با وجود اینکه پاکستانی دو تا افغانی ما شکست داده بود، اون شکست نخورده بود که ما توانستم بران دوال تسلیم کنم کمربند از اون خود کنم. بله، این کمربند دیگه؟ این کمربند دیگه اصلا مسابقه ملی بود که غریب از کابل بود که ورم توانستم شکست بود. بله، شما رشته ورزشی شما چیه؟ ام ام مبارزات آزاد. به به، حال شما خوبه؟ از بقیه صحبت بکنیم خیلی اصلا برنامه مال خود شما، امام به شما گاهی این کاب ها شما هست؟ بله بله. این کاب در رابطه با چی بوده؟ چگونه به دست آوردین در چه مسابقاتی؟ کاب های مسابقات منتخب هرات بود. بله، منتخب هرات اول شدین؟ بله. در اون مسابقه کمربند هم که اول شدین که کمربند گرفتین؟ بله بله. اون مسابقه آخر که می اون مسابقه بین مسابقه ملی بود، مسابقه گروهی بود. صرف و شکست دادن کمربند از اون خود کردن. بله. از بالات هرات بر. واقعا جالبه. خیلی جالبه های کبیر. اگه آقای امینی لطف کنن که ایر یک بار ببینن نشان بسن ببینن ده ها که سه حریف شکست داده. بله بله. و یک کرونده گرفت. بسیار خوب، در قسمت مدال ها بگین، به هر بازی که شما بازی میکردین یک مدال میگرفتین در کنار کمربند یا نه مدال ها جدا جدا به شما میدن؟ یک مدال ها که هست از وقتا پیش مسابقه که بود، مسابقه آماتور بود، او مسابقه وقت کمربند و کپ اینا نبود، مسابقه فقط مدال میداد که 4-5 پایت میکرد سه فایت تا یک کمربند میده. حالا مسابقه که وقت رو بروشته فایت بالا میره با سر کمربند و یا از کاپا مسابقه میده. بله استاد عزیز، از شما میخوایم بشنیم در رابطه با دستاوردهای ورزشی در رشته شما، در اموری که شما دارین پیش میبرین و رئیس فدراسیون نشستین، چجوری میشه؟ ما مدت 2 سال به این طرف میشه تمام بچه‌های ما بالاخره دو تا از شاگردان های مسابقات یک ماه پیش بود به ایران رفته بودم، مسابقات کیک بوکس بود، اونم توانستن 2 مدال طلا از مسابقات بیارن. اما خوشبختانه بالاخره خانم مجانی در رقد یکی از بهترین قهرمان های ایران مسابقه داشت که تا حال شکست هیچ نپذیرفته بود، بالاخره خانم مجان هم توانست به راند سوم را نکات کنه. بالاخره دستاورده زیاده، افتخارات زیاده که اگه ما قصه کنیم امکان دارد یک مار در بر بگیره. بله بله، باعث افتخار این شما. شکر. استاد گرامی، شما صحبت بکنین در رابطه با رشته شما کاراته، گفتین بخش کاراته کار میکنید؟ بله، من مدت 4 سال که رئیس فدراسیون آشار کاراته ولایت تهران هستم. بله. و بوده 13 سالم کیکوشین کار کردم. دیگه تا 4 سال ما دستاورده بسیار خوبی داشتیم در سطح ملی. دیگه خوشبختانه به شما بگم که در بعد از فکر کنم 8 مید مسابقات ملی داریم که اعضای تیم منتخب و شرکت در مسابقات شرکت میکنه. امیدوارم که دستاورد بسیار خوبی داشته باشیم. در سال گذشته تیم ما با کمیت 2 نفر که انتخاب شده بود تونستیم مقام 3 آوردیم. متاسفانه به شما بگم که اعضای تیم منتخب ما در حدود 45 نفر است که از کابل از مرکز 2 نفر انتخاب شدن. بله دیگه با مشکلی که با 2 نفر بتونیم مقام اول بیاریم، از هر ولایتی در حدود 50 60 نفر میای، چون ولایت ها با کابل نزدیکتر هستن، دیگه تعداد کمتر از ما دعوت کردن. امیدوارم که در آینده ما بتونیم فایترهای بیشتر در مسابقات ملی ببریم که دستاورد بسیار خوبی داشته باشیم. ان شاء الله ان شاء الله. و اجازه هست؟ بله بله شما درباره کارکردهای خود بگین و اینکه خود برخورد مردم یا چقدر مردم مشوق شما هستند در قسمت بازیایی که شما انجام میدین، مسابقاتی که شما انجام میدین. با عرض سلام مجدد، اول در راجع به پارالمپیک به شما معلومات بدم که ما تقریبا 5 سال تاسیس شده پارالمپیک ولایت ایران، در 8 رشته ورزشی برای توانمندان عزیز ما کار میکنیم، فعالیت داریم که بسکتبال با ویلچر، والیبال نشسته، شطرنج، فوتسال، بدمینتون، شنا و ترپولوی که در بخش‌های مختلف ما دستاوردهای خوبی داریم، از جمله بسکتبال با ویلچر ما
که هم دخترم هم بچه هم قهرمان به نام مالزی کشورم دو سال پشت سر هم قهرمان میشیم و همچنین تیم ملی بچه بسکتبال خانمام برای اولین بار به تاریخ افغانستان سمی بازی ها پارایسیهیر گرفته که بعد از این بازی ها یک حال به جریان از غیر معلولین بعد از این باز از معلولین شروع میشه که تیم ملی دخترای ایراد سهم بزرگی به بخش تیم ملی دارم که 4 نفر از تیم ملی هم و همچنین مربی هم خانم طاهره یوسفی از ایراد که دستاوردهای پارالمپیک ایراد بسیار چشمگیره و ما با همه امکاناتی که و دسترس مانه و کار و فعالیت خود انجام میدیم. راجع به سوال شما که برخورد مردم نسبت به اول که ما شروع کرده بودیم شاید مار تمسخر میکردن که معلول یعنی ورزش چی، کار کردیم، زحمت کشیدیم، خود ثابت کردیم برای مردم که واقعا معلولیت ناتوانه اینیه، معلولیت آغاز توانهیه که میتونه آدم کارهای انجام بده که شاید یک شخصی که دارای معلولیت نباشه نتونه انجام بده. و ما با ساعت رسوندیم که حالا ما حتی مدال جهانی داریم، ما پارا تکواندو زکی خدادادی در سال 2017 به بین 5 قاره جهان نایب قهرمان جهان شده بخش پارا تکواندو. همچنین ویلچر باسکتبال ما خانم ما به 2018 قهرمان جنوب آسیا شدم. واقعا میشه که آدم تلاش کوشش کنه، هیچ کاری دور از دسترس نمیتونه و چیزایی که مایه برسه. واقعا جالبه، واقعا وقتی که با معلولیت هم همو امید هست، همو اراده هست و برای کشور ما دستاورد مه، واقعا جالبه. آقای کبیر از شما میخوام بپرسم، شما من حیث عامل ورزشی هرات امروز میخوایم خودمانی صحبت بکنیم خیلی راحت، دوستام ناراحت نمیشن انشالله. از بین همه فدراسیون هایی که هست کدوم فدراسیون بیشتر دستاورد آورده برای شما و از کدوم فدراسیون بیشتر راضین؟ خب اگر مایک اسمه که معلوم شه بکنم از اونا نه دیگه اینا تازه هن بخاطر چون هرچه فعلا کاف و مدال و کاربند هست از خان محمد جان فکر کنم. خب در ولایت هرات نزدیک به 60 فدراسیون ورزشی فعالیت داره. بله. و 60 فدراسیون ورزشی ما میشه گفت که همگی اینا در امو حد توان و حتی گاهن بیشتر از توقع ما تلاش میکنن، زحمت میکشن. ای که ما بیایم بگیم یک فدراسیون نسبت به یک فدراسیون دیگه برتری داره، من فکر میکنم که همه قضاوت از برای من شخصا بسیار مشکله، چون میبینم همه عزیزان و همه دوستانی که با ما در بخش ورزش همکار هستن همیشه تلاش کردن، زحمت میکشن. اما ای که واقعا بعضی از عزیزان فراتر از تصور، فراتر از انتظار کار میکنن و زحمت میکشن. و همیشه ما از برنامه های فدراسیون پارالمپیک راضی بودیم و واقعا همیشه فراتر از اون چیزی که تصور ما بوده زحمت کشیدن، تلاش کردن و نتیجه مطلوب رو به دست آوردن. ما در همی اواخر به مناسبت 28 اسد سال روز استقلال کشور تنها فدراسیونی که خود از اونا با ابتکار عمل به دست گرفتن و خواستن جدا از این که ما برای از اونا برنامه داشته باشیم خود از اونا برنامه را پیش ببرن، فدراسیون محترم پارا المپیک بوده که در چندین رشته ورزشی یک جام بسیار خوبی برگزار کردن و یک دستاورد بسیار خوبی بود و در پهلوی از او در راستای سهمگیری و ارجگذاری بر مناسبت های ملی بسیار یک ابتکار عمل خوبی داشتن و من واقعا از اونا تشکر میکنم. با این که اکثر فدراسیون های ما شاید امکانات فراتر از اینها داشته باشن، اما با آن هم اینا با امکانات بسیار کم سعی کردن که بهتر جلوه بکنن و بله. بهتر بدرخشن. بله، سپاسگزاریم از شما و شما که واقعا زحمت میکشین. استاد عزیز در رابطه با آقای کبیر اگر صحبت بکنیم، امروز آقای کبیر من حیث عامل ورزشی هرات نبینین فکر کنین نیستن، چگونه هن در آمریت ورزشی هرات؟ آیا طوری که باید باشن هستن، با شما همکار هستن یا نیستن؟ همینجور روبروشان بگیم بهتره دیگه، نه از یک پشتر گفته بشه روبرو بگین بگین بهتره. خوشبختانه با شما بگم که مدت چیزی کم دیستان میشه آقای کبیر آماده. ما فعلا فعال اداره ورزش داریم، قبلا اداره ورزش هم نام بودن دیگه. با آمدن آقای کبیر فدراسیون ها مثلا قبلا ما واسی بوده که همه فدراسیون ها به یک انتخابات شفاف آمدن، از هیئت از مرکز آمد، هیئت از ولایت بود، جناب کبیر سه بود، انتخابات برگزار شد، همه فدراسیون ها از طریق انتخابات آمدن. دیگه کبیر سه همیشه تلاش کرده که چی در سطح ملی چی در سطح بین المللی که ورزشکارا ایرات ما در اونجا سهم داشته باشه.
دیگه با آمدن آقای کبینی که جلوی رینو بگم واقعا زحمت کشیدم ورزش هرات فکر کنم دستات افغانستان گپ حواله میزنه. هر از نگاه کمیت و کیفیت دیگه ما عرف برای گفتن در مسابقات بین المللی داریم امروز. بله. اینا سعی تلاش آقای کبیر بوده و در سال اول که ما در مسابقات آسیا رفتیم 5 نفر دعوت شده بودیم و با تلاش‌های جناب کبیر امسال 10 نفر هوایی دعوت شدن. قبلا زمینی می‌رفتیم، روم امنیت نبود. دیگه تلاش‌های جناب کبیر بوده که امروز هم ورزشکارا از جناب کبیر راضی هستم. دیگه تشکری خاص می‌کنم از جناب کبیر. نیه که جلوی اینا بگم واقعا زحمت کشیدن در بخش ورزش. بله، نیه که جلوی اینا بگم اما میگم. استاد عزیز، اگر صحبت بکنین شما در رابطه با آقای کبیر چجوری هستن در آمریت ورزشی، حالا بدور از اینکه زحمت میکشن تلاش میکنن، برخوردها رفتارها چگونه هست؟ بعد سلام مجدد خدمت شما و خدمت تمام بینندگان تلویزیون. ما در واقعیت برای شما بگم یک وقت ما رشته ورزشی ما کنفو بود. ما وقتی که میرفتیم مسابقات ملی، وقتی میرفتیم داخل تربیت بدنی، فقط رئیس تربیت بدنی برای ما میگفت تک بره خدا کنه که بالاخره کاب اخلاق بیاره. مشکل نداره که اگر تیم اول نمیشه یا دیوم نمیشه یا سیوم نمیشه، زیاد جا و میگه پیاد کردن بالاخره کار بکنه که کاب اخلاق بیاره. ما بالاخره او تو یک امیدواری نمیدادن که ما بالاخره بتونیم یک نتیجه خوب تیمی بیاریم از بین ولایت ها. دیگه بازم آقای کبیر از روزی که بالاخره مدت 2 سال میشه که به آمریت تربیت بدنی ولایت ایراد مقرر شدم، خوشبختانش برای شما بگم که هر دفعه که ما برای سفر میریم، برای مسابقات میریم، پیش از اینکه ما خبر کنیم اینا رو که بالاخره ما هنیم کدام روز میاییم. واقعا ما یک مسابقاتی بود تاجیکستان رفتیم همراه ورزشکارا، ما اصلا آقای کبیر به جریان نقدشیم که ما بالاخره کدوم روز میاییم از مسابقات، کدوم روز میاییم. بالاخره گفتیم اونا اذیت نشم یا سرگردان نشم و مستقیم میریم به دفتر. خوشبختانه وقتی که داخل میدان هوایی شدن، دیدن داخل سالن انتظار آقای کبیر واقعا اونجا تشریف داره، انقدر برای ما نیرو و انرژی و قدرت دادن که گفتیم بالاخره اگه هر سفری که ما بشه به نیرو و قدرت و انرژی کبیر صاحب برای ما میدن انشاءالله میتونه یک دستاورد خوب داشته باشیم. واقعا تعریف اینا گفته نشه، جلو روی اینا پشت سر از اینا واقعا ما هر کجا تعریف میکنیم، حتی زیادتر وقت ما از صفحه فیسبوک و تعریف و توصیف از اینا میکنم. واقعا هر چی که بگیم بازم کنم. بزرگوار با قهرمان هرات و قهرمان افغانستان میخوایم صحبتی داشته باشم. خانم احمد جان، اولین مسابقه که شما داشتیم کدام کشور بوده، یا در سطح کشور یا بیرون از کشور بوده، و همون لحظه حالا بیان بگین اولین مسابقه که بیرون از کشور داشتین، وقتی میخواستین با حریف خود مقابل بشین چی احساس داشتین، چقدر استرس داشتین، چقدر احساسی داشتین که میبرین یا میبازین؟ بر سلام، دوباره سلام مجدد دارم به شما. مسابقه اول من مسابقه تاجیکستان بود، با وجود که ما مسابقه سیستم دیگه بود، اونجا گرفتم به دیگه سیستم بود مسابقه. واقعا دو جگر خود حریب تاجیکی مسابقه داشتم، خود توانستم تاجیکی باورم نمیشد که دفعه اول مسابقه خارجی به امتیاز شکست بدم. بعد از اون مسابقه دیگه مسابقه پاکستان بود، خود حریب پاکستانی خود کمربند. با وجود که رفتم گفتم تو افغانی دیگه را شکست داده، او دفعه بیشتر رفتن دیگه، باز ما توانستم بران دوال دیگه اول بود تسلیم کنم کمربند از آن خود کنم. دیگه مسابقه خارجی خیلی داشتم، بعد از اون مسابقه خود داخل ایران بود، مسابقه میزبان ما بودیم، مسابقه ایران افغانستان بود که خود تلویزیون استقلال هم آمده بود برنامه پخش کرده بود، من در خود عرب ایرانی بود که هم وزنی از ما بالا بود هم ریکارده، ولی توانستم بران دو نکوت کنم. بسیار خوب شده. معمولا من در مسابقاتی که قبلا از کشورهای همسایه به داخل افغانستان آمدن برای مسابقات، معمولا دو حریف که یک جا می شدن به همدیگر چلنج می دادن، می گفتن که مثلا شکست می دیم. شده که همچین چلنجی به شما داده باشن بگن که شکست می دین، خواسته باشن به یک نحو شما به دوچار استرس بسازن و باعث بشه که نتوانن پیروز میدان باشن؟ مخصوص به ورزش چلنج کار حتما هست. اگه او مساقه ایرانی که اینجا شکست دادم براتون به ایران ایرانی دیگر که زدم، وقت هرنگ ماستون بیرو شم نارسده هرنگ پا خوب برقه داشتم، اید میکروفون وردش عرف ما گود بیا کار در داخل داخل رنگ رفت نارم گود ما تور چلینج میدم. بعض ما میگه هم اموتنه ششته بود وردشون گفتم ما که یک دفعه تور شکست دادم
بردیو مگمای خود تو بگر ما یک جایزه بگذاری خود بیان مسابقه کنم دیگه واقعیت گستایی مشکل نده اینجا که آمدم مر چلنج از اینجا دعوت کرد مر خود بیان مسابقه این سپانسر پیدا شده ما جایزه بگذاری من اینجا آمدگی سخت گرفتم آمدگی گرفتم واقعیت از اینجا که رفتم دیگه پشیمون شد گفت من مسابقه نمیدم اگه آخر من مجبور شدم باز با یه گرانی دیگه خود ازم مسابقه کردم شما اصلا مسابقه ندی به نظرم نمیشه دیگه نه باید بزنی دیگه مسابقه دیگه شما چند ساله؟ من 22 سال 22 سال؟ بله توی از 22 سال قطعا یک سلسله مشکلات داخل جامعه هم پیش میاد داخل کوچه بازار اینطور سال از وقتی که ورزش شروع کردین جنگ هم شده داخل کوچه زدین کسی را اولین کار بود آقا ما یک کار کرده که ما از سن در 17 سالگی ازدواج داد خب از اونجا که ما که ازدواج کرده که اونجا نمیتونستین جنگ کنیم دعوا کنیم از اونجا اینجا دیگه قدرت خانوما رو نشان میدن نه که واقعا اگه بخوان اینجوری کنترل میکنن از آقای حیدری خانم صمیم سوال دارن به نظرم خب اگر اجازه بده ای بابا شما سوال آقای حیدری شما راجع به اولین کارکردهای خود که بیرون از کشور داشتین بگین و در بیرون از کشور چقدر باز هم کسایی که بیرون از کشور بودن چقدر شما تشویق میکردن چون اولین سفر شما یا اولین مسابقاتی بوده که میرفتین اولین سفری که ما داشتیم سال 95 بود که برای اولین بار بود که ما سفر داشتیم به ایران مسابقات دوستانه بود ما دعوت کرده بودم رفته بودیم به مشهد بودیم مسابقاتی بود چهار جانبه بود ما دعوت کردن ویلچر بسکتبال واقعا تجربیات چون برای اولین بار بود بسیار یک فضای عالی بود واقعا وقتی که آدم با نمایندگی از یک کشور سفر میکنه میره به کشور خارجی همو فرهنگ و عنانات و کلتور کشور خورنجگاه آدم میبره به نمایش مگذاره جدا از این که ما نتیجه چی گرفتیم میبره ما هیچ مهم نبود واقعا انتظاری کنو از ما داشتن فکر میکردم ما اصلا هیچ نمیفهمیم چه بسکتبال چی هست اما وقتی که ما رو اونجی دیدم با او امکانات کمی که ما داریم حتی صفر مقابل از اون امکاناتی که ما داریم بسیار برای ما غرور انگیز بود که ما تونستیم با دست خالی بریم اونجا تا یک مسابقه برنده بشیم سه تا بازی کردیم دو تا باختیم یک بردیم برای ما خیلی خوشایند بود و قابل افتخار بود که برای ملت عزیز خود تونستیم چه بریم یک پریزی بعد دست بله. خانم صمیم به نظرم چند تا تصویر داریم از مسابقات آقای اسحاق‌زئی آقای پیمان اگر تصاویر آقای اسحاق‌زئی آماده هست تصاویر آماده نشده خب ببین نداره صحبت ها رو ادامه میدیم آقای حیدری شما در مسابقات اشتراک میکنین تیم ها اول میشن بعد بر میگردین بازخوردی که از این اول شدن ها از این مسابقات از این دستاورد ها در بین جامعه دارین چگونه یعنی مردم با چه دیدی به شما نگاه میکنن واقعا دید مردم ما عالیه واقعا نسبت به گذشته که اهمیتی به صورت داده نمیشد برای ورزشکارا مخصوصا به بخش معلولین ما تنستیم یه ایده برای مردم خوب قبولانه که واقعا میشه کارهای کرد که برای شهر خوب برای مردم خوب برای جامعه خوب قابل افتخار بودیم واقعا ما همین سال گذشته که در بخش ویلچر بسکتبال هم تیم دخترامو قهرمان کشور شدم هم بچه‌هامو وقتی که ما برگشتیم به ایراد مخصوصا به میدان هوایی استقبال بسیار گرمی از طرف مردم و از طرف مسئولین دیگه مسئولین خو ما جریان نیم کنو از ما استقبال چیزی کرده باشم خوب خود خوب خود خانواده ورزش مخصوصا جناب کبیر صاحب که واقعا مثل یک بازوی توانای مثل یک مدیر مدبره همیشه واقعا و پهلو ما مثل یک کوه هستم و ما رو حمایت میکنم همو امکاناتی که به اداره ورزش هسته واقعا از ما دریغ نمیکنم ما جا داره که از اینجا از اونو تشکر کنم که همیشه با همو امکانات دست داشته که هسته به اداره ورزش ما رو حمایت میکنم و ما تنستیم که قابلیت ها خور توانه ها خور برای هموطن ها خور به اثبات برسونه یکم جف سنگین شده نه؟ اصلا خنده ای نیست خب دلیل چون شما کنار اصلا من منتظرم که کی مخوره پیش جالب بود دیروز از خاطر ربات همکار مای تو دلواپس بود نباید ربات دست بلا کنه و حالا هم کنار یه امروز اصلا ما چرا اینجوریم خانم صمیم شما و بر راحت نشستی یک روز فایتر میاد کنارم میشینه یک روز آدم آهنی میارن ما رو بزنه هرچی بدبختی به نظرم به خاطر ما شده آقای کبیر من هی سامریت ورزشی اما میکروفون اگر رد بکن هرات از شما میخوایم که یا شما یا از همکارای شما یک فکایی قشنگی یک خاطره جالبی
چیزی که بتونه لبخند روی لبای مردم بیاره تعریف بکنین خیلی خوشحال میشه. من خاطری میگم خدمت شما عرض بکنم که بیشتر من فکر میکنم یک سال یا دو سال قبل بود، یک روز ایدی یک از اساتید ورزشی میرفتیم، باز نزدیک خانه از اینا که شدیم، ما و همسایه از اینا پرسان کردیم، گفتیم خانه استاد نامش رو نمیگیرم، استاد بریاله امیج است، گفت ما یک همسایه داریم نمیفهم که استاد یا نه، اما همینجا گیشم گیشم زیاد داره. بله از گیشم گیشم. و شما نرفتین ندیدین که واقعا گیشم گیشم داره؟ نه خانه همونجی بود، واقعا همونجی بود، مثل که زیاد با کیسه بوکس و اینا سرصدا میکردن، همسایه هم متوجه شده بودن که آدم استاد ورزش. استاد یا پشتو فکایی وایه؟ پکایی راستی. میگن که شوخی کنم ناراحت نمیشین؟ نه نه نه. یکی از برادران پشتون ما، اولی رو بگم که برای تمامی ملت‌های افغانستان با هم برادرن و وقتی هم که ما شوخی میکنیم دلیل اصلا توهین نیست، خاطر ازی است که بگیم بخندیم. میگن به یکی از برادران پشتون ما میگن که شما چرا فیر پی میگین؟ درسته؟ میگن والا ما هم خودمی پیک راستیم. حالا شما یک پشتو بگن فکایی انشالله. والا فکر من نیه. خب فارسی بگن. شما فکر باز فکر میگه نه؟ از اساتید بزرگوار دیگه میشنویم اگر خاطره جالبی فکایی چیزی هست. شما میگن استاد؟ یعنی استاد در همه حالت هست، همه به نظرم دست پیش میگیرن. یک روز یک نفری و می دیده بود که همه رو برو خونه از اینا خونه آتش گرفته، یک نفر بم داخل بالکن میره و داخل اتاق باز پس میه، داخل بالکن میره داخل اتاق میه بیرون، صدا که گفتی چیخ زر داخل میری داخل میه بیرون چی گپه؟ گفت اگه می به اصطلاح مادر زن میه خوشیم همه جی در گرفته و پشت رو میکنه که خوب کباب بشه. بله جالب بود. خانم سمیم از خانومه ها رو گفتن دیگه، گفتن خشوره میشم تواب میکنن، شما چیزی نمیگید؟ به خودم خاطری بدی از خشو ندارم که میام راجع به خشو فکری بگم. بله شما نمیفهمم این روزه خواهر شوهر رو، یکی خواهر شوهر یکی زن برادر یکی خشو سوژه داغ جامعه ما افغان هاست و معمولا حتما یک دید دیگه داریم، فکر میکنم خیلی ظالم هستن. بله. در حالی که ممکنه نباشه، من شخصا خودم شخصا تجربه نکردم. بله آقای کبیر شما چی؟ در این حالت تجربه نکردین؟ شما ازدواج کردین؟ بله. خب پس تجربه کردین. شما رو کاری بکنیم که امشب انشالله توی خانه خب ایران سر مسئله بحث نکنیم بهتره. بله اینا آوردیم که بخورن نیاوردیم نگاه کنیم. اساتید گرامی در رابطه با ورزش و انترسا صحبت میکنیم، در بین جامعه زمانی که شما میاین بیرون شما رو من حیث یک چهره ورزشی میشناسن، یک کسی که افتخار آوردن بر افغانستان، یک کسی که مردم سربلند کردین، زمانی که یک ورزشکار داخل یک میدان نبرد داخل یک میدان مسابقه اول میشه یا همون پرچم بالا میبره تمام ملت سربلند میشن، ایره همه ما و شما میدانیم و تنها نقطه عطفی که در کشور در سالهای اخیر گذاشته شده همین ورزش بوده. با این حساب برخورد مردم با شما چگونه؟ جایی که میرین، جایی که شما رو میبینن میشناسن، چگونه با شما برخورد میکنن؟ از شما همینجوری صحبت شروع میکنه و همینجوری پاس میگرده اینجا. خب بدون شک تا که شما هم یادآور شدین، یکی از اقشاری که همیشه بدون ادعا تلاش کرده، زحمت کشیده و سبب سربلندی برای ملت خود شده جامعه ورزشی بوده. بدون شک نیروهای دلیر امنیتی ما همانطوری که از تمامیت ارضی در خود افغانستان دفاع میکنن، ورزشکارای عزیز ما هم از هویت افغانستان در میدانهای بین المللی دفاع میکنن، حمایت میکنن و با جان و دل زحمت میکشن. بله. جدا از این که چقدر دولت یا حکومت توجه میکنه، اما ما اکثر وقت میبینیم که شاید بودجه و امکاناتی که از طرف دولت برای ورزشکارا در نظر گرفته شده به ایجونان کفاف نمیکنه، اما با آن هم میبینیم امو شوق و انگیزه و اشتیاق برای جوانان ما و ورزشکاران ما هست که در همه جا بتانن افغانستان عزیز را سربلند داشته باشن. در پهلوی از او حس خوب برای همگی ورزشکارا ای است که واقعا از طرف جامعه
به دیده قدر نگرسته میشن، عزت میشن، حرمت میشن. اکثر جاها میدیدم که گاهن اگر در پروازهای حتی داخلی هم ورزشکارا حضور دارن، مردم ما سعی میکنن اونا رو بیشتر عزت بکنن، حرمت بکنن. حتی در سیتهای تیاره هم بیشتر سعی میکنن که ورزشکارا مثلا در سیتهای جلوتر باشن، مردم با اونا عکس سلفی میگیرن، اونا رو سبب افتخار خود فکر میکنن و اینها باعث از این میشه که یک شوق و انگیزه برشی بیشتر برای ورزشکارا ایجاد بشه و واقعا اون چیزی که از مردم توقع میره ادای دین میکنه. بله، ممنونیم از شما. تشکر. واقعا خیلی خوشحال شدم که گرچه من یک بار با آقای کبیر آشنایی دارم، یک مسابقه بود فکر کنم تقدیرنامه میدادن بعضی فدراسیون و من جانان سر بدم به داخل جیمنازیون. خیلی خوشحال شدم تشریف آوردن و امید که این کپ هایی که امروز خان محمد جان آوردن بیشتر از این شایده باشیم و گرچه شما همیشه افتخار آفریدین در هرات در افغانستان و به امید سربلندی هرچی بیشتر از شما به امید که افتخارهای بیشتره به افغانستان بیارین. دیگه ما گفتنی ندارم. بله، سپاسگزاریم از حضور شما تک تک اساتید. یا اون رای منن بری علی سی. بله، کم کم یاد میگیره. البته زبان خیلی شیرینیه، خوب آدم یاد بگیره. خیلی خوش آمدین، واقعا خوشحال شدیم. ایام عید به شما خوش آرزو میکنم. امیدوارم که بله شما بفرمایید اگر گفتنی هست بفرمایید. تشکر. ما جوه تشکری کنم از جناب آقای خان محمد. ما چیز نشه و از دوام رشته ما قهرمان ها داریم. بله. یعنی هر فدراسیونی دیگه نمیشد که این دعوت کنه، یعنی به شما بگم که از فدراسیون کاراته، تگواندو، تمام رشته خب و قهرمان ها داریم، سوی تفاهم نشه. بله بله. دیگه قهرمان ها بسیار خوبه داریم، در سطح ملی، بین المللی، در سطح جهانی ما قهرمان ها بسیار خوبه. بله. داریم در بخش کاراته. بله، ما امروز فقط مشت نمونه خروار نشان دادیم از خان محمد جان ساغزی که بقیه هم حتما وجود داره. خیلی سپاسگزاریم از حضور تک تک شما عزیزان. ایام عید به کام شما خوش. هر روز شما انشالله عید به امید افغانستان آباد و آزاد و سربلند. بینندگان گرامی، بعد از یک وقفه کوتاه با همکاران تکنیکی ما انشالله در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم. همکاران تکنیکی ما امروز مهمون برنامه ما هستن و صحبت خواهیم کرد و شوخی خواهیم کرد و خواهیم خندید. Ah!
باز هم خوش آمدین به ادامه ویژه برنامه سفره مهربانی، قسمی که همکارم آقای علیزاده گفتن. در این بخش ما همکاران بخش تکنیک با خود داریم، کسایی که خیلی واقعا زحمت میکشن و در قسمت پشت صحنه دادن ما هم که لطف میکنن. و چطور آقای علیزاده؟ بله، باز الان مهمان ما هستن عزیزانی که در پشت صحنه فعالیت میکنن، کارهایی رو که نیاز هست انجام میدن، واقعا زحمت میکشن، اما فقط در صحنه دیده نمیشن. انشالله با اینا صحبت میکنیم در رابطه با کارکردهایشان، شوخی خواهیم کرد، میخندیم، انشالله ببینیم که به کجا میرسیم. به نظرم یک مهمان دیگه هم داریم که تازه مهمان. آمدن مهمانم که آقا از او بر راه سلام 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 آقای پیمان عزیز، عید شما مبارک. آقای مبارز، عید شما مبارک. خانم دولتی، عید شما مبارک. خوب هستن آقای پیمان، خوش آمدین. بله، عزیزان ما هستن، خیلی هم خوش آمدین به برنامه. صحبت میکنیم به از همون معرفی بکنن با رعایت جندر اول. خانم شما معرفی میکنن؟ نه، خودتون معرفی کنن بهتره. بله. بگن اسم و چیکارهایی میکنن پشت صحنه. بسم الله الرحمن الرحیم، سیما دولتی هستم، از ژورنالیست پارسال فارغ شدم و فعلا هم در تلویزیون استقلال من حیث کامرمن کار میکنم و خوشحال هستم که امروز با جمع شما همکار عزیز هستم و عید قربان هم به همه شما بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم. عید شما هم مبارک. بله، چرا تشویق میکنه آقای پیمان؟ تشویق نداره. آقای کریمی، آقای مبارز، ببخشید شعر بخونم خود خود معرفی کنم؟ هر جور مایله. قیم ندارم، خود خود ما با شما تعارف نداریم. بسم الله الرحمن الرحیم، مجید کریمی هم. البته دوستا لطف دارم میگن که مبارز میگن. دیگه هر خرابکاری که از بخش گرافیک میبینیم از بله، کارای گرافیکی شبکه دست شماست. بله، خیلی خوش آمدین، عید شما هم مبارک. آقای پیمان عزیز، نیاز به معرفی نه، شما خود معرفی نکن. آقای کریمی چه خبر؟ بسم الله الرحمن الرحیم، شما یک لحظه خوش آمدین به ویژه برنامه سفره مهربانی. مهدی پیمانم، مسئول بخش تکنیک تلویزیون استقلال. خوشحالم که در سفره شما، نه سفره شما، قرار گرفتیم. تشکر دیگه، خیلی خوشحال شدم. همین اول ما آقای پیمان، قبل از این آقای پیمان بهم گفته بود که ما اگه وقت بیام داخل برنامه با شما درست صحبت نمیکنم. نمیدونم چرا نمیدونم، شبکه پول ندادن به اینا، چی شده؟ حالا صبحم گریه میکرد، نمیدونم چرا. هرچی بهش گفتم نکنی کارا رو روز عیدی، ولی نمیشد دیگه. حالا چی بگم؟ خانم سمی سوال کنین شما از آقای پیمان، چی میپرسین؟ سوال های من همکارا پشت صحنه تقریبا میگم میتونم بگم میشناسم. آقای پیمان در این اواخر تقریبا مدت میشه ازدواج کردن، نامزد شدن و دوست دارم راجع به خود ازدواج شما، اینکه چی شد که شما خواستین ازدواج کنین، اگر پاس 9 سال باشه که شما میگین 14 ساله، و چطور شد که شما رو به ازدواج آوردین یا تن به ازدواج دادین؟ خب چی بگم، ولی یک سوال سخته کردین که کلن باید درگیر نهمگی. خب ازدواج میشه گفت 9 سال نمیشناسه به نظر من، یعنی فرض کنین کسی که 18-19 سال میشه تا 30-32 سال. به نظر من کسی باید ازدواج کنه که اون شرایطی رو داشته باشه. خب 39 سال به نظر من ملاک ازدواج زیاد نیست. اگر کسی شرایطش خوب باشه، بتونه یک زندگی رو اداره کنه، میشه به اون 39 سال 18-19 ساله ازدواج کنه. کسی که مثل سر اسم کامران علیزاده بیتا یک مدیریت خاصی ندارن، خب به اینا شاید بری فعلا خوب نباشه. سر اسم کامران علیزاده شیخی میکنم. کامران جانم به میتازگی ها نامزاد شدن، نام خدا چهره دامادرم انداختن. دوست عزیز، جلو آقای گفت آقای پیمانو میگیرن. دوست عزیز، این صحبت فقط به خاطری بود که آقای پیمان معرفی کنن که آقای علیزاده یعنی نامزد شدن، یعنی به نوعی باید بفهمین که نامزد شدن. بزرگوارین، ممنون شما. ما با آقای پیمان اصلا شوخی هم ندارم، میگن با ما شوخی کردن، دیگه با ما شوخی نکنن آقای پیمان. آقای کریمی، شما رو آقای مبارز میگن دوستان شما، چرا؟ دیگه استالوف دارن. نه حتما یک دلیلی دارد، به خاطر ورزش شما هست، چندان ورزشکارم هستین شما. دیگه از لازم و ورزش بود، یکی که دوستا میگن دیگه. به ای که چند وقت پیش، البته تا
تخلص گذاشته بودم مبارز، بعد دیدم که مبارز حالا اینقدر کلیشه شده، هر کس میبانه مبارز، پس همو یعنی به کریمی تبدیل کردم، فامیلی اصلی خواه دیگه، یعنی دیگه تخلص نکردم مبارز، ولی البته سر زبان دوستا بده اونم تغییر بدنه، ولی هنوز سر زبان دوستا هسته که میگن مبارز دیگه، گفتم دیگه لطف دوستایه. خانم دولتی، البته یک سوال عمومی از شما دوباره برمیگردم با آقای پیمان، راجع به خود خود معلومات بدین، راجع به اخلاق، شخصیت، مثلا من میگم من اسمم سهیلا صمیم، خیلی میخندم، گاهی اوقات خیلی گریه میکنم، بد اخلاقم، خوش اخلاقم، فلان کار دوست دارم، فلان کار دوست ندارم. سوال خیلی سختی پرسان کردیم، من فکر میکنم به شرط راست بگین چون من نشناسم، چون واقعا فکر میکنم معرفی کردن خود انسان از زبان خود انسان کار سختیه، خوب میشد که یه سوال از همکارا پرسان کردین در رابطه با من. نه نه، اگر من به نام سهیلا صمیم هست، معمولا خندریم، زیاد میخندم، مثلا از دروغ بدم میای، از فریب بدم میای، زود عصبانی میشه، وقت شناسم از کسایی که وقت شناس نیستن خوشم نمیای، اینا مثال بود. خب خصوصیات در رابطه با اخلاق فکر میکنم دختر خوبی هستم، منتها در رابطه به کار اینا فکر میکنم یک مقدار تنبل هستم. خب وقت شناس وقت شناس بودم، منتها وقتی از وقتی افغانستان اومدم شکست رو تایم افغانستان بله. تمرکز کردن افغان تایم. و اخلاق که بعد از شما میای از چی چیز بعد شما میای؟ از چیزی که خیلی بد ما میای حتما دروغه. دروغ البته فکر میکنم حال دروغ یک شوخی شده، بیشتران مثلا دوستا با هم دیگه که دروغ میگن از روی شوخی میگن و واقعا دروغ نمیگن. تو از چیزی که خیلی بد مامی که خیلی زود عصبانی بشن و زود قضاوت کنن یکم برای من خوشایندیه. شما تا حدودی تونستین راجع به خود معلومات بدین. بریم سراغ آقای پیمان. ببینین آقای پیمان خیلی عجله داره خودو معرفی کنه. آقای علیزاده ما شما میشناسین آقای پیمان دیگه، میگیریم چی راست بله. ما آقای پیمان متاسفانه در بخش نشرات هم یک کمی با هم همکاری داریم، یعنی شاید تلخترین تجربه ما باشه که ما کنار آقای پیمان هستم. اصلا هم نمیدونم چرا ما از اینا با هم افتادیم، کار خدا بوده، من نمیدونم نظر اینا راجب از ما چیه. من عجله داشتم به خاطر از این نبود که خود خور معرفی کنم، من هر کس ها گیره میال اگه من داخل تلویزیون میبینه اخلاق من همه جای اگالتم دوست دارم اگالت باشم. من دوست داشتم در مورد خانم دولتی صحبت کنم. خب میشه صحبت کنی راجب خانم دولتی و اما قبل از راجب خودتون صحبت. باشه، اول من دوست دارم در رابطه از این صحبت کنم. خب تنور داغه. خانم دولتی تازه به بخش استودیو معرفی شدن و دیگه میشه گفت همکارم با اینا. ما برنامه زنده، همین برنامه رو برای شما میگم، برنامه زنده. ای من از اینجا داخل مایک صدا میکنم، خانم دولتی کادر تگ بگیرین، یک بار نگاه میکنم، من ایشون به اون مانیتور اونجیه میبینم سلفی میگیرن، ای گوشه کی هم به گوش نزده، اینقدر عاشق عکس هستن که اصلا از کار فراموش میکنن. پس این یکی از خصوصیت ها شما بود که نگفتم علی آقای پیمان باشن، به این دیروز مر پیر کردن به خدا. معلوم میشه. خب راجع به خودتان بگن آقای پیمان. راجع به خودم هم دوست دارم یک رنگ باشم، هر جا یک مو تغییر ندم خود خور، اگر شوخی میکنم بم هر جو شوخی خور انجام بدم، اگر پرخوراک از دمم هر سفره میشینم. بله آقای پیمان، چه چیزی در دنیا به نظر شما برای شما حسرت آوره؟ تنها چیزی که میخواین، تنها چیزی که حسرت شما خورن که داشته باشین یا به دستش بیارین چی هست؟ نه به مادیات زیاد اهمیت رو میدم واقعا، اما بله اما به خاطرش سر میدن. اما چیزی که واقعا اسرتی رو میخورم و بازم اسرتی رو میخورم و بازم اسرتی رو میخورم زمان و وقته. چرا به این خاطر میگم بازم اسرتی رو میخورم؟ چون که تصمیم میگیرم یک کار جدید رو آغاز کنم، آغاز کنم باز آغاز نمی کنم، و این چیزی که واقعا یک اراده قوی روی بعضی از مسائل که تصمیم میگیرم انجام بدم ندارم، روی بعضی چیزام خب اساسم. خیلی چندین بار تلاش کردم که یک چند زبان
برم ادامه بودم و بخانم باز یک دو سه روز رفتم. بله، متاسفانه که نشد. آقای کریمی، آقای مبارز، ما اصلا مانده میشه مرا چی صدا کنیم از شما؟ آقای کریمی مبارز، آقای کریمی مبارز، شما در رابطه با خودتان بگین، اخلاقیات، بدی ها و خوبی ها از هر دو جانب بگین. دوستا اصلا در کل راجع به شخصیت خود بگین، شما چیگونه شخصیت دارید؟ خیلی مظلوم. خیلی مظلومی. بله، اصلا کنار ما میشینن از مظلومیت آب میشن. شما دیگه قضاوت کنید نگاه آقای علیزاده، چون که همیشه پیش شما ششتیم، یعنی میز ما و آقای علیزاده تقریبا سیستم ما کنار همدیگه گذاشتیه دیگه، باید از لحاظ اخلاق، شخصیت، اینا دیگه اینا باز قضاوت کنم دیگه. آقای پیمان هم چنین. آقای پیمان، شما در رابطه با آقای کریمی چی میگن؟ آقای پیمان بگن دیگه. باشه، یک چیزی بگم که آقای کریمی انشالله یک عمری نصیحت امور به آب طلا بنویسن. آقای کریمی جدی یک بچه هم که بلند پروازن. بلند پروازی خیلی خوبه، خیلی عالیه، خیلی اصلا انسان میتونه پیشرفت کنه، اما بلند پروازی آدم اگر میکنه خیلی خوبه به اون اندازم تلاش بکنه، یه چیز خوبه. و من گرچه شاید دو سال سه سال از شما کلانتر باشم، دیگه دو سال اگر مر به ایسه یک برادر کلانتر میپذیریم، عالیه واقعا، اخلاق شما رو خیلی دوست دارم. به اون اندازم اگر تلاش بکنیم، شک ندارم به سه سال چهار سال بعد یکی از انسانهای خیلی بزرگ، خیلی هدفمند در ایرات ایشالله میشه. اینا به هم تعارف میکنن و با تعریف از خودشان. الان ما اگر مهمان برنامه بودم، ما اینا رو خوب تعریف میکنیم که اینا چجور آدم باید. بینیدوی عزیز، شما شاید بگین که همکارای بخش تکنیک ما فقط سه نفر هستن. خب آقای پیمان که در اول اشاره کردن، گفتن که مدیر نشرات هستن، آقای کریمی هم در نشرات با آقای پیمان همکاری دارن، خانم دولتی هم که در قسمت کامره اینا با ما همکاری دارن، ولی یک همکار ما که متاسفانه بگم یا خوشبختانه نشد به جمع بیاین، چون فعلا هم پشت صحنه همین لحظه پشت دوربینی که پشت دوربینی که دارم با شما صحبت میکنم، یه همکار ما لطف دارن، استاد هستن و زحمت میکشن، آقای امینی بزرگوار که واقعا همیشه زحمت کشیدن و جا داره که من تشکری کنم از اینا. و راجع به آقای امینی کی میخوای معلومات بده؟ از مهمان ها یک نفر در رابطه با آقای امینی صحبت بکنین. فکر کنم خانم دولتی با آقای امینی بیشتر سر و کار دارن. دیگه دو بزرگوار زیادتر میتونن تعریف های خوبی داشته باشن. خب من گاهی اوقات هستم، البته بعد از ظهر زیاد هستم، معمولا بعد از چهار بجه. در رابطه با آقای امینی صحبت کردن فکر میکنم خیلی سخت باشه و فکر نکنم گپی باشه، یا مثلا اگه بخوایم از اونا توصیف کنیم، همون رقم که خانم سمیم گفتن، آقای امینی یک شخص بزرگواری هستن و من خب همین مدتی که آمدم اینا خب در قسمت کامرمینی با ما همکاری کردن دیگه. خب دیگه چی میخوایم بگم؟ آقای امینی، البته پیشتر با آقای کریمی گفتن راجب شخصیت خوب بگن، آقای امینی هم یک شخصیت آرام دارن، اگه متوجه شده باشین گاهی اوقات که بیان فقط مصروف کار خواه هستن، رو کاری که به اونا سپرده شده خیلی حساس هستن، رو وسایلی که در قسمت تکنیک به آقای امینی داده شده سپرده شده خیلی حساس هستن. یک از خوبی آقای امینی است که امانتدار خوبی هستن. بله. و وقتی من بیام داخل که خبر بخونم آقای امینی نباشه، تا کسی جرئت نمیکنه به وسایلی که مربوط به آقای امینی میشه کسی دست بزنه، چون آقای امینی رو این کار خیلی حساس هستن. و در قسمتی که شخصیت آرومی دارن، شخصیت شختبی هم دارن، یعنی بله. میشه گفت که شختب هم هستن، در صورتی که خون اینا با یکی بخوره و با هم بتانن بگفتی آقای کریمی هم دندون نباشه با او هم میتونن. بله، امینی از گلهای شبکه ما هست. واقعا خوشحالیم که آقای امینی رو در کنار خود خود داریم، با اینکه امروز باید میامدن اینجا منشستن، ولی با آن هم وظیفه را بیشتر از نشستن داخل از برنامه ترجیح دادن و الان پشت کامره هستن. صحبت میکنیم با آقای پیمان. آقای پیمان چند کیلو وزن دارین؟ ای آقای پیمان که گفتن چند کیلو وزن دارم، بعد میریم که دو کار خیلی مهمه که ما با شما داریم که باید انجام. چند کیلو وزن دارین؟ من 79 کیلو وزن دارم. راست بگین. 79 کیلو. چیزی حالا 80 بگیرم مشتری بشم. 80 آخری 80 دی بیشتر نمیشه، به 100 نرسیم دیگه. 80 دی بر 80 دی چنه اگه بزنین چی؟ چنه حلاله.
شاید چهارم وضع وقتا میمانی باشم. خب همکار عزیز، ما فکر کنم که باز هم بازی داریم، سابقه داریم، دو تا بازی و ای بازی همکار ما انجام میدن که توسط مترو توپه. بله آقای کریمی، و ای بازی پانتومیم هم که هست دست ما هست و باز هم برای برنده یه برنامه جایزه دادم. بله پانتومیم داریم. چه پانتومیمی؟ البته نسبت به روز اول که آقای الیاس، آقای حسینی تانستن جواب بدن و آقای جعفری. آقای نجفی امروز کمی مشکل تره، چون شما بخش تکنیک هستیم، معمولا تمرکز شما بیشتر رو کار به خاطر ما تمرکز داره. حالا شاید کریمی بیشتر باشه، آقای پیمانه زیاد مد نظر نگیریم. خب از کدام شروع کنیم؟ از پانتومیم شروع کنیم بهتره؟ آره از پانتومیم شروع کنیم. خب از کی شروع کنیم؟ سه نفرین بنابرای یکی از کاغذ ها بر میدارین، کاغذی که مثلا خانم دولتی برداشتن، بعد با اشاره میگن که ما میخواییم چه کار کنیم یا هدف همه چی هست، بعد شما ها تشخیص میدن. خب خانم دولتی عزیز باشی که بردارم و طرف بگذارم. نه بابا معلوم نمیشه، رو خب این طرف کنیم چون معمولا کاغذ به نور بگیرین پشت معلوم بشه. ای طرف، ای طرف، ای طرف، ای طرف، ای طرف. مایک نزدیک کن نای پیمان. جوری خوبه؟ خب بیبادیم به من استاد شن؟ نه مایک لازم نیست دیگه پانتومیمه. استاد شن اشاره کنیم که اونا بفهمن باشه بینو چیل. آخه چقدر سخته. خب اول بقیه شما کامپیوتر رو نگرد نزنید. حرف نزنید. نه نشد، ادامه بدین. همه قد بود دیگه. نه ادامه بدین تا اینه تشخیص بدن. والله که ما که سویچ نه برین برن دیگه بختم نه دوباره یعنی اینو واقعا نفهمیده نه نشد نشد خب خیره نشد بله بله در حال رانندگی موتر پنچر میشه و تایر رو عوض میکنن. خب شما بیننده تو بازی دیدیم که یک جمله باشه، شما بیا یعنی جمله عطس بزنی از اشاره. خب اگر الان شما مهمان برنامه ما هستین و هر چیزی که ما بگیم شما مجبورین که بکشین، اگرم که لازم نمیبرین هر چیز زودتر یک کاغذ بردارین. خب آقای کریمی یک کاغذ برمیدارین بدون اینکه خانم دولت بدون اینکه خانم دولتی آقای پیمان ببینن، مگر نه تشخیص میدن جایزه اونو میدن. مبارز اینجا مبارز بود الان تا نشون بده کسی نبینه. یعنی تو فعلا اجازه نمیدی. خب رو خدا بده برین جای خانم دولتی مگر میگیرو. خب آقای پیمان شما طرف منو نگاه کن، خوبی داداش خوبه. خانم دولتی دیگه چرا شما خوبین؟ خوبه شما مبارک. بله این دیگه حرفه ما و شما بود. خب بدین به من. چک بکنین خانم سعید. اینم جمله دو خط، من از اینجا میبینم دو خط خونده نمیتونم. یک خط دو خط استاد شین. بله آقای کریمی خیلی جالبه، سخت نیست. خب به خاطر که نمیتونه جواب بدین بگین سخته. خب ولی ابزاری ندارم. مشکلی نداره، مشکل ندارن هیچ کارت. خب اینه اصلا جمله رو بگیم، مشکل نداره کارت بربانی کردن؟ نه. خب خب بذارم که شروع کنم. صحبت نه فقط حرکت. بیل زده کشاورزی با چاقو بیل نمیزنن نزیز. خب چکار شد؟ پارو برفازی این خود نمایی بگه اصلا اصلا خیلی سخت خانستنی واقعا نمی کنم چی لگم توضیح بودم
فکر کن به روز اول که خیلی زمین چی رقم اومیدن اصلا میگیم شیار کردن شیار کردن آسانی بود اگر عدل اکسال عمل نشان میداد. آقای پیمان نفهمن آقای کلیم پیمان خیلی هم چی داره که ما میتونم مثلا بازم خیلی فکر میکنم دو خطی هست. بدن به من کاغذه نگاه کنید من اگر بده اینا بتونم بفهمونم منظور خود جایزه میگیرم. جایزه هر کس که جواب بده یک مسابقه دیگه داریم بعد از اون مسابقه. شما چه لیدو عزیز من ما خوب کاری میکنیم که اینا جواب ندن ما جایزه رو بگیرم. اینا باید من بده اینا بفهمونم که اینا بگم ما جایزه بگیرم. بله خب سعید در کنار از اون جایزه نمیگیرین، باید یک بازی دیگه هم انجام بدید مسابقه ختم راند دوم. بله دیگه سکوت شما برو رو داریم لامپ ترمیم میکنه شما رو برق گرفته. کاغذ خوندی آقای کریمی؟ کاغذ خوندی؟ خب برین سراغ کاغذ خوندم. شما نقل بدید. آقای علیزاده فکر کنم همکار بخش تکنیک اشاره میکنه که این بخش هم تا حدود رو به ختمه. بیاین مسابقه آخر با آقای پیمان آقای کریمی و خانم زلال انجام بدین. توپ من فکر کنم اینجاست. بله. توپ بدین و برنده رو معرفی کنه. ما 80 سانت و گلاس هرم بگیرین از روی 80 سانت یه گلاسی که توپ داره داخل چی میکنیم؟ گلاس نیست بیشتر 80 سانت کمه آقای کمه؟ کمه. بیشتر کنیم اما 140-150 باشه بتنه خیلی میشه. خب میگیریم روی 120 هدف ما اینه که کسی برنده نشه. خب روی 120 میگیریم فنجانی گذاشته میشه اینجا. شما باید این توپه روی از این طوری قرار بدین و طوری ای رو کنترل کنین که این مستقیم بره داخل پیاله. این که میره خب شما گلاس نموندین پس این رو بیشتر میگیریم 1.5 متر میگیریم. خب از آقای پیمان شروع میکنیم گلاس رو بمانیم شما گلاس بدن به خانم هر کس بیشتر توپ انداخت. همکاران ما اگر همین توپ هم به ما بدن خیلی خوشحال میشیم. خب فکر کنم همین جا باشه که من توپ بگیرم او طرف تر کمی او طرف تر برن آقای پیمان. آقای پیمان اینجا بیا از من به نظر من استاد باشیم راحت تر میشه. خب بله یک بگیرین سه دفعه خب جا جایزه داره ها بسم الله بگو سخت خدایی نه دیگه زیاد گفت. خب توپ تایی مایی یه قسمت رو رفتی نداره یک و پنجم بیشتر یک افتاده او اول متر شما خراب نه خب درست همو اصلا کیفیت بازی به همویه. خب بریم دست نزن این آقای کریمی نمیشه توپ رفت. بله آقای خیلی هم بخشن سه بار از ما تموم شد سه بارش هم تموم شد آقای مبارک شما بلند شد نکنین دیگه شما دارین میدین. خب آقای کریمی شما برم به جا آقای ببینیم بندی بازی ما کی هست چند سانت باشه؟ 2 متر یکونیم از شما یکونیم الان؟ نه بیشتر بود خب اگه شما به جا آقای پیمان بریم معلوم میشه چقدر از ما بیشتر بود نه واقعا بیشتر بود. خب کش کنین بریم از اول دوباره نه با تمام شد بریم خب سعید بریم اگر تانستن همه توپ داخل گلاس بندازن آقای امینی بله توپ ها رفتن یک لحظه اگر خیلی مبخشن آقای پیمان خیلی مبخشن نکن آقای پیمان خسته نباشی سردار به خاطر که ترکندن اینا یک ترس به من ایجاد میکنه آقای پیمان قصدنی کار میکنن. خب برین من جلو توفه بگیرم نشد وش آقای امینی نقل ندن آقای امینی فکر کنم نقل دادن باز هم نمیشه چرا؟ برد از آقای کریمی هست من طرف آقای کریمی هستم نمیشه سه بار تموم شد آقای خانم دولتی چی خانم دولتی بفرمایین
جایزه هم خب آقای علیزاده اگر ما متر از این طرف میدین شما اگر فنجان به ما بدین دیگه درست میشه. خب متر هم بگیرین اون تا خوشحال میشه دیم اگه مل به کار آسان. بله کار آسانیه آنه پیاله اینجا یک و پنجا. بسم الله کمی شیپه متر از اون طرف خانم سمیم شما به خانما نقل میده یک و پنجا آقای علیزاده شما چرا که دست خود کنار گلاس میگیرین که میگیرم که نر اون طرف باز آقای پیمان اگه برد کم بوده باد کنک مواجه میشه آقای پیمان چون وزن سنگینه بله از یک و شست هم میده واقعا ایمه دی طرف کلا کجه اب ندارم خب گناه شما از کمی کش کنن میتره کیف و کانش همیه همین کارم انجام میدم ولی واقعا بله امتحان میکنه امتحان میکنه امتحان میکنه بدیم به ما از همه بدیم که خانم سمین اول بندازید خانم سمین شما اول نه من یاد ندارم من همین حالی میگم من شکستم یک امتحان میکنین الان امتحانش که مفته آره ببینید راست میگم شاید شانس ما داشتیم متر واسه بدین همه توپه به من توپر بدین به ببینیم آقای پیمان 80 کیلو بیشتر نیستن خوراک هم ندارن خب جان آبرو من نرخم نمیشه بله نه ولی خوب بود دقت خوبه خواهشن بعد ها نمیشه میت کجه ها گونو میتره بایی بازی قبولی خدا یه برو که جایزه می بگیرم بله خیلی خوب بود خیلی خوب بود وقتی ما به نظرم رو به پایان بهتر ما اصلا انجام ندادم کار شما خودتون گفتیم باید انجام بدیم آقای علی شما خوب و هدف ما این بود که فقط شما برنده نشین آقای پیمان قبل از اینکه آقای پیمان ادامه دسترخوان ما تمام کنه باید خدافیزی کنه با دوستا بله یک فکایی هم میشنیم از آقای پیمان که ببینیم اصلا چه جوری ان خیلی آقای پیمان شادن البته ما اول خیلی با هم شوخی کردیم با آقای پیمان اما آقای پیمان خیلی شادن ما خیلی خوشحالیم که آقای پیمان در کنار ما هست همیشه در نشرات وقتی که هستیم با هم میگیم ولی اگه عصبانی هم بشن از او عصبانی های خطرناکه خب او که توی طبیعت انسانه دیگه نه ما و شما هم اگه عصبانی بشیم خیلی خوبه ما آدمای خوبی میشیم آقای پیمان چرا اینقدر زیر تاثیر رفتین عرق کردین بریم میگم بله شما میگم چیز دیگه یا مگه میخوایی ما برشم پوست بکنم اگر فکری هم نگه نمیسه پردن شما یعنی فکری باشه یک فکری بگم حرف از ازدواج زدیم شما یکی از رفیقام دوست نداشت ازدواج کنم میگه رفتم با دختر صحبت با خانواده صحبت کردن گفتن باید پسر و دختر هم دیگر رو ببینن یک کادر زوم از ما بگیریم یک کاری که باید ببینن بعد پسر نمیخواسته ازدواج کنم واقعا نمیخواسته به خاطر از اینکه پدر مادرم از او راضی باشن و به مشکل نخوره خدای نکردم رفته خود دختر شیشت دختر گفته خب چی پلان داری تو چی کار میکنی چی کار نمیکنیم گفته من درس میخونم فلانه و همچین چیزا یک با گفته خب من فکر میکنم ما تو با هم خیلی هم نظره گفته نمیفهم خیارا گذاشته بودم یکی بردشتم میتو من پیران خو پاک کرده گنگ زده که دختره هیچ گفت طرفش نگاه نکنه دیگه دختره گفته بقی برو بیرو ما دو خودی هم اصلا هم خانی نداره حالا ما بخندیم فهمیدین تشکر از همکار بخش تکنیک ما که واقعا زحمت میکشن لطف کردن و فکر کنم آقای حسینی باز اومدن بخوردن سپاسگزاریم از حضور همکاران گرامی ما در این بخش که آمدن و با ما همراه بودن خیلی ممنون عید به شما خوش طلب میکنم از خدا اگر شوخی شد آقای پیمان واقعا جدی بود اصلا فکر نکنید شوخی بود ما اصلا با شما شوخی نداریم دیگه خانم دولتی آقای مبارز و آقای پیمان ایام عید به شما خوش هر روز شما انشالله عید باشه و پر از خوشی موفق باشی بفرمایید پشت کار بله. بعد از یک وقفه کوتاه با برنامه با بعضی از مهمانای دیگه داریم در از موسیقی هرات از مشاهیر موسیقی هرات انشالله صحبت میکنیم با ما باشید تا ادامه برنامه
باز هم خوش آمدین به ویژه برنامه سفره مهربانی و خوشحال هستیم که تا این لحظه از برنامه با ما همراه هستین. در قسمت دوم برنامه همکار بخش تکنیک ما با ما بودن و قسمت اول برنامه هم که در ورزشکارها با خود داشتیم و در قسمت سوم برنامه باز هم هنرمندای هرات با خود داریم که همکار ما آقای علیزاده لطف میکنن بیشتر معلومات میدن. بله، ممنونیم از حضور شما مهمانان گرامی در این برنامه. امروز مهمانان ما هنرمندها هستند، عزیزانی که با هنرشان شادی را به خانه های ما مردم و مردم کشور کلن برمغان می آورن. مهمانان ما هستن آقای نعمت الله هاشمی، مسئول اتحادیه هنرمندان، خیلی خوش آمدین آقای هاشمی. آقای صفی الله محمدی، طبل نواز ما، خیلی خوش آمدین. و آقای قاسم جامی، هنرمند آوازخوان ما، که خیلی خوش آمدین به برنامه. عید بر شما مبارک و قدمتان سبز. اگر عید مبارکی هست در خدمتی. من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت بیننده های شما. من در اول به شما، به کارمندای تلویزیون خوب استقلال، بعد به مردم شریف ولایت هرات تبریک و تهنیه عرض میکنم. زرگواره. بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوی خود خویی در خدمت شما و کارکنهای عزیز و تمام بیننده هایی که می لحظه مار میبینم تبریک میگم. صفی الله محمدی هستم، یکی از طبل نوازا. بله، خیلی خوش آمدید. من عید برای شما، برای جناب آقای هاشمی فرصت ایجاد شد که در کنار هم باشین و برای تمام هموطنان عزیز خود تبریک میگم. بله، خیلی خوش آمدین، خیلی خوش آمدین، صفا آوردین به برنامه. آقای هاشمی، قبل از اینکه بریم سراغ برنامه های دیگه، میخوایم صحبت بکنیم در رابطه با حالت هنرمندا. شما مسئول اتحادیه هنرمندان در هرات هستین، چگونه هست؟ آیا وضعیت هنرمندا در هرات چیزی که باید مد نظر گرفته بشه؟ حمایت ها، صحبت ها، کارها، کلا اموری که دارن انجام میدن چگونه هست؟ ما امروز چون که روز عیده، از گله ها و شکوه ها میگذریم. بله، گپای خوب خبر میزنیم. شکر خدا هنرمندای ما در سطح شهر فعالیت خوب دارن. میفهمیم که هنرمندا ما همیشه در محافل و مجالس خوشی مردم اشتراک میکنند، همیشه آهنگ ها و پیام های را از طرف ساز و آواز خوب گوش مردم میرسونند. خداوند پاک مردم عزیز از ما نگیرند، مردم ما از اینا خوب استقبال میکنند، هنرمندان ما را دوست دارند. اصلا مردم هرات مردمان هنرپروری هستند. راضیم، شکر خدا، الحمدلله. شکر خدا، شکر خدا. چگونه هست الان وضعیت هنرمندان؟ خودشان در حال پیشرفته یا حالت راکت دارن یا به رکود مواجه؟ ما هنرمندان ما شکر خدا عده بسیار زیادی فعالند، الحمدلله. در عرصه موسیقی فعالیت های بسیار بسیار چشمگیری دارم که من از فعالیت های از اینا راضیم. شما میبینید که همیشه اینا به خارج از کشور دعوت میشن. گروه های ما دارن به همین سال جاری تقریبا به کشور ترکمنستان رفتن، به آلمان رفتن، به انگلستان رفتن و به حضور شما شود به برنامه های بسیار متعددی دارن، به مرکز دارن. شکر خدا هنرمندای ما همیشه فعالن، فعالیت دارن همیشه. بله، هدفم از هنرمندا کلا در بر میگیره، نه تنها آوازخوان، چون آقای جامی الان اینجا هستن، از آوازخوان و از آقای جامی میپرسم. در دیگه بخش ها، در چون هنر چندین بخش داره، درسته؟ بلسه، بله. در دیگه بخش ها چگونه هن؟ آیا فعالیت که باید داشته باشن؟ من فکر میکنم به تمام بخش ها هنرمندا فعالن، چی در عرصه نقاشیه، چی در عرصه سینمایه، چی در عرصه تئاتر. همه هنرمندا، من نگفتن همونه که من فقط مسئول اتحادیه هنرمندای موسیقی هستم. بله، متوجه شدیم. بله، ها همه فعالم، گرچه ما با همدیگه همه ارتباط داریم، شکر خدا فعالم، فعالیت دارن همه. بله آقای جامی، خوش آمدین مجدداً. من هم عرض سلام دارم حضور شما و عید شما مبارک باشه. راجع به خودتان معلومات بدین، از چی وقت موسیقی آغاز کردین و چی باعث شد که رو به موسیقی بیارین؟ موسیقی رو من سال 1380 بود که شروع کردم تحت نظر یک از استادهای بسیار مهربان ما و دیگه تامی لحظه جریان داره و بعد آمدم به هرات پانتون کامیاب شدم و به اتحادیه هنرمندا پیش آقای هاشمی سفر بودم و تحت نظر استاد جان حبیبی و جریان داره تامی آره. بسیار خوب. تا حال چند آهنگ دارن از خودتان؟ چند کلپ میشه گفت؟ سه آهنگ کلپ کردم، آهنگ نویده و نرو و انار انار و هفت آهنگ به جریان از جریان پروسه ستاره افغان تا حال صوتی یعنی بیرون شده از من و دو پارچه آهنگ دادم برای دوستا و همکارای خود، یکی برای ولی جان و سازش و یکی برای محمد جان و مارتین. بسیار خوب. و
چیگونه هست وقتی شما من حیث حالا میشه گفت که چهره شناخته شده هرات هستن و از آهنگای شما اکثرا تقریبا میشه گفت که 80 الی 90 درصد مردم هرات با چهره شما آشنایی دارن، چی حس میکنن که شناخته شدن بین مردم؟ خب وقتی یک چیزی، یک آهنگی که از دل بخونی، یک چیزی، یک شعر باشه که تا به دل مردم باشه، طبعا میپسندن مردم. و من همیشه آهنگام از ته دل بوده و یعنی حرف دل خودم بوده، اگر مهنی بوده، اگر عاشقی بوده، اگر شاد بوده، یک چیزای به ذوق مردم بوده. چیزی که از دل بخیزد لاجرم بر دل نشیند. آقای هاشمی شما صحبت بکنین، چند ساله که در راستای موسیقی کار میکنین، از کی شروع کردین؟ متاسفانه باید بگم که من فقط مسئولیت اتحادیه دارم، متاسفانه باید بگم من استعداد نداشتم که حداقل مثل دوستای هنرمند بتونم هنرمند بشم، گرچه از اول که بود من خیلی دوست داشتم که، یعنی منظورم اول از 30 سال پیش مصاحبت میکنم خود شما، که من تقریبا 28 سال میشه من تقریبا به در ایران هم که بودم، من یک مدتی بونج مسئول انجمن هنرمندا بودم، فقط یک مدیریت اداری رو به عهده داشتم. بله. امی استعداد رو نشون که یک هنرمند خوبی باشم. همیشه من خادم هنرمندای من میشه، خدمتگزار از اینایم. همیشه اینا رو دوست داشتم. بله. همیشه باغبانی کردم. شما خیلی بزرگوارین. آقای جامی، وضعیت موسیقی در هرات به چه حالته؟ اگر چه آقای هاشمی بیشتر میتونم توضیح بدن، ولی دیدگاه همه هنرمندان هرات بل خصوص در همه یک دو سال زیاد پیشرفت کردن و زیاد تلاش میکنن، کوشش میکنن و کارهای خیلی متفاوت تر از اون چیزایی که قبلا بود، یعنی دارن آپدیت میشن و چیزای آپدیت شده میدن بیرون، متفاوت از موسیقی که قبلا بود. اصلا هنرمندای ما نه در هرات، فقط در تمام افغانستان به درخشیدن، هنرمندای هراتی همیشه استعداد دارن. چون که هنرمندای ما کسان نام خود هم جوانن، هم آپدیت شدن، هم حرف دارن، به هر استیجی که برن برای گفتن حرف دارن. همیشه هنرمندای ما مخصوصا طبقه جوانه که فعلا رو به رشدن، ان شاء الله امیدواری های با آینده هست، یعنی تمام افغانستان که هستم، حتی به خارج که هست، برو هنرمندای هراتی ما حساب میکنند. خب اینا کسایی هستند که باید اینمی رسالت موسیقی از نسل قبلی به نسل بعدی باید برسانند، به هر ترتیبی که بشه باید همیشه اینا رشد کنند، به نبوغت هنری باید برسند، اینا باید هم رسالت هنری خود انجام بدن. دقیقا آقای هاشمی، ویدیو کلیپ هایی که امروز در هرات میشه یا اکثر آوازخوانای تازه کار ما شروع میکنن، اینا همه از زیر نظر شما تیر میشه؟ یعنی با شما چه میکنن، اظهار نظر میکنن، از شما نظر میخواین ما فلان کار میخواین ویدیو کلیپ کنیم با فلان شعر با فلان کمپوز؟ حضور شما عرض شود که تمام هنرمند از وقتی که تصنیف یا شعر درست میکنن، یعنی میتونم بگم 95% میان خود من و خود همکارام، و ما اونجا یک کمیسیون داریم، خود را مشوره میکنن، از ما نظرخواهی میکنن، حتی وقتی که باز به ثبت میرسانند. بعضی از هنرمندا جالبه که چون که باید به مزیت‌های بیشتری به کابل به اونجا ثبت میکنم، از اونجا باز تلفنی حداقل برای من میشنونن، حداقل نظرخواهی میکنن 100% میشه. خب یک تعدادی هم هستن که باز شاید مشوره نکنن، متوجهیم، و در کل بچه ها ما که هستند خود ما مشوره میکنن، خود ما خود دیگه بزرگای موسیقی مشوره میکنن. بله. و خیلی معذرت، اتحادیه شما چقدر نظر دارن، چک میکنن کارهای آوازخوانان هرات؟ ببینین، اتحادیه میتونن نظارت کنن، میتونن هنرمند رو هدایت کنن، حمایت کنن. نظر میفهمیم که اتحادیه فقط به فقط میتونن که برای رشد و پیشرفت هنرمندا کار کنن. ما نظر ما تقریبا میشه گفت 70% نظر ما کارگاهه، متوجهیم، با 30% برمیگرده. شما میفهمیم کاری، همه چیز در حال پیشرفته، دنیا در حال پیشرفته، هنرمندان من باید در قدم اول اصالت های فرهنگی خود رو باید حفظ کنند، بعد از او باید به فکر پیشرفت موسیقی هم باید باشند. اینا فقط نمیخواین از کارمون هنر عقب بمونن، متوجهیم. ما هنرمندای فولکلوری داریم، در هنرهای آهنگای فولکلور هراتی داریم که هنرمندای ما شکر خدا شما میبینیم از تمام بر استیجی که اینا قد علم میکنن، در قدم اول از او آهنگا استفاده میکنن، یعنی از فرهنگ غنی ما اینا اونجا پاسداری میکنن، متوجه شدیم؟ شما میبینید که با لهجه هراتی صحبت میکنن وقتی که برجا میرن، چون لهجه هراتی خود از یک لهجه شیرینی میفهمیم که بله، و واضح کننده فرهنگ یک دیار خیلی بزرگه. به نظرم صحبت زیاد شد، بهتره که
کمی گوش بدیم به آقای جامی و ببینیم آقای جامی چی آوردن برای ما. من یک پرسوهانگ راجب عید قربان است که شاید حدود 5-6 سال پیش بوده که درست کرده دارم، ولی فرصت نشده که بخوانم، ولی امروز با اجازه آقای هاشمی به شما عزیزه دارم. و خوشبختانه فکر کنم اولین بار هم از اولین بار تلویزیون استقلال بلنده ها میبینند. عید آمد، عید آمد، جانا تو خرامان شد. عید آمد، عید آمد، جانا تو خرامان شد. روز دیگر است امروز وز کرده پشیمان شد. روز دیگر است امروز وز کرده پشیمان شد. در روز نخست بازا، در روز نخست بازا، با جمله مسلمانان، با جمله مسلمانان، در صف نماز بنشین سر دفتر خوبان شو. در صف نماز بنشین سر دفتر خوبان شو. عید آمد، عید آمد، جانا تو خرامان شو. عید آمد، عید آمد، جانا تو خرامان شو. این عید یتیمان است، این عید یتیمان است، دستور ز قرآن است، دستور ز قرآن است. از قهر و غضب بگذر پس شاهد عرفان شو. از قهر و غضب بگذر پس شاهد عرفان شو. عید آمد، عید آمد، جانا تو خرامان شو. عید آمد، عید آمد، جانا تو خرامان شو. عید آمد، عید آمد، جانا تو خرامان. بسیار عالی، عید آمد و عید آمد، جانا تو خرامان شو. بسیار مقبول بود آقای جامی، خسته نباشین و وایس در رسایی که آهنگ تقدیم بنیده ها کردین. تشکر از شما، لطف کردین. حالا میخوایم صحبت بکنیم در رابطه با ازی که شما غیر ازی که موسیقی کار بکنین من حیث هنر دیگه، وظیفه اصلی شما چی است؟ فقط بخش هنر کار میکنم. فعلا بخش هنر کار میکنم، ولی به شدت دنبال یک کار هستم که دیگه کارم انجام بدین، چون تنها موسیقی کافی نیه برای یک هنرمند. یعنی باید فعلا شرایط در افغانستان طور است که هنرمند باید خودی خود خود حمایت کنه. بله. یعنی کدام مرجع مشخص اینه که بتونه یک هنرمند به ایده و فکری که داره بتونه بیرون بده برای هموطنان. خب بنابراین کوشش میکنم که هر رقم که شده خود خوره معاید کنیم. یعنی همی هفت آهنگ هم که صوتی و تصویری بیرو کردن به لطف خدا بوده و زحمت هایی که خود مکشیدم. خب طوری که خود شما گفتن به نظرم که تحصیلات عالی هم دارن. بله. در چه رشته ای؟ من تعلیم تربیه بخش انگلیسی خوندم. انگلیسی خوندم. بله. بعد الان هنوز فقط هنر پیش میبرن. این موسیقی هایی که مثلا شما درست میکنین، آهنگ هایی که درست میکنین نشر میکنین در داخل بازار، بازخورد که ازی میشه یعنی چیزی آیده حال شما میشه یا نه؟ صرف دو جهت داره، یکی که شهرت میکشید، دومی که ما چون کار ما موسیقی است و بیگه صبح یک تبلیغ میشه برای ما و دفتر موسیقی داریم، صرف همی کار میکنه میره ما آهنگ بیدیم بیرون. آها. شما با هم همکارن با آقای؟ بله دوستم هستم، خیلی همکارن، همیشه با هم هستید. خب آقای خیلی مهربونم. جامی چون وقت برنامه خیلی کم هست، خیلی دوست دارم درباره هفت آهنگی که شما خواندین راجع به شعر یا آهنگا بفهمم. از چه کسایی شما آهنگ میخوانین؟ شعر معمولا از چه کسی هست؟ چه کسی کمپوز میکنه با شما؟ من اولین آهنگم برام نویده بود
شعری هم از خود مرسمی لیدی. خب پس شعرم میگن. نمیفهم ترانه هستی. چی بگم من شاعر نیام ولی. نمیگم که من شاعر هستم ولی در حد یک چوکات برای یک آهنگ ترانه میتونم جور بکنم. آهنگ نویده بود، آهنگ شهناز است، آهنگ انارنار، آهنگ نرو، دخترک چشمه بی، دیگه دخترک وطنی. آهنگ وطنی. شما هرچی خوانده به دختر خانوما خوانده، شهناز و بناز و نویده. از دیگه چی کنن؟ خب دقایق پایانی برنامه هست و خیلی ممنونیم از شما که حضور پیدا کردین. ما خداحافظی میکنیم، بعد آقای جامی آهنگ دیگه میخوانن که با همون آهنگ حسن ختام برنامه ما باشه. خیلی لطف کردین که آمدین بعد از خدافظی ما و انشالله شما اجرا بکنین. بینندگان عزیز ممنونیم از شما که روز سوم عید هم با ما اجرا بودن در سفره مهربانی. برنامه سفره مهربانی ویژه برنامه عید قربان بود که شکر خدا با خوشی تمام شد. امروز روز آخرش بود. امیدواریم که همیشه ایام به کام شما شیرین باشه، هر روز من حیث روز عید تجلیل بکنین و هر روز با هم با همدلی با برابری کنار هم باشیم و شاد بگذارانیم. از طرفی هم از همه شما عزیزان التماس دعا دارم به حق تمامی مشکلات بشریت، تمامی مشکلات حقوق بشری در تمام دنیا که انشالله خداوند به حق دعاهای نیک شما تمامی مشکلات حل بکنه. تا برنامه دیگر و حضور ما و خانم سمیم در خدمت شما عزیزان، شما را به تک تک شما را به خداوند منان میسپارم. البته خانم سمیم خودشان خداحافظی میکنن. خدا نگهدار. من هم خوشحال هستم که در روز سوم عید در ویژه برنامه سفره مهربانی مهمان شما بودین. امیدوارم در این سر روز که مهمان گرم خانه‌تان بودین توانسته باشین لبخند بر لبان همگیتان شکوفا کرده باشین. کامیاب و کامگار باشین، اوقات به کام همگیتان باشد و عیدتان یک بار دیگر تبریک باشه. امیدوارم که تا این لحظه، تا این دقایق که تقریبا نمیفهم ساعت چند هست، توانسته باشین ایده خوب خوش پشت سر گذاشتن باشین. کامیاب و کامگار باشین، اوقات به کامتان. خدا نگهدار. مجنون نبودم مجنونم کردی از شهر خودم بیرونم کردی، الا دختر که مو های تو بوره یار، به مکتب میروی راه تو دوره، به مکتب میروی زود بیاگی یار، که آتیش بر دلم مثل تنوره، به مکتب میروی زود بیاگی یار، که آتش بر دلم مثل تنوره. مجنون نبودم مجنونم کردی، از شهر خودم بیرونم کردی، ستاره در هوا نقش زمین یار، خودم انگشترو یارم نگیره، خداوند نگه داره نگین باش یار، که یار اول و آخر همینه، خداوند نگه داره نگین باش یار، که یار اول و آخر همینه. مجنون نبودم مجنونم کردی، از شهر خودم بیرونم کردی، مجنون نبودم مجنونم کردی، از شهر خودم بیرونم